هم سلام و هم درود. دوستانی میگفتن آقا نگید سلام. گفتم چرا؟ گفت آقا سلام واژه عربیه. گفتم معناشو میدونی یعنی چی؟ یعنی صلح، یعنی آرامش، یعنی دوستی. و چرا ما باید واژگانی که در زبان ما ذوب شده، شکل زبان ما رو گرفته، چرا نباید؟ خب اگه عربیشو بگی باید بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در فارسی میگیم سلام. آخونده میگه سلام علیکم، برای اینکه میخواد ادا دراره. ولی ما که ادا در نمیاریم میگیم سلام و درود. هر دوش قشنگه، هر دو جزئی از فرهنگ ملی ماست. حضورتون عرض کنم که یک بار دیگه بخت این رو دارم در خدمتتون باشم، صداهای شما نازنینان رو بشنوم در حد بضاعت مزجاد، در حدی که عقل و دانش من اجازه میده به سوالات شما پاسخ بدم. سپاسگزارم. ایران فردا در دلهای شما جا داره. علارغم همه کارهایی که میشه، همه چیزهایی که گفته میشه، خیلی خوشحالم. دو ساله شدیم. جشن و پایکوبی از این کارها هم نداریم. خیلی ساده با شما هستیم، تو دل شما. و این ماه هم که آمد، اندک اندک شروع میکنیم ما رو بر علاوه بر یوتلسات بر پهنه یاست هم به زودی خواهید دید که از پایان ماه بر یاست خواهیم بود، شما بهتر بتونید ما رو در ایران ببینید. در مورد اروپا که البته خیلی ها ما رو روی اینترنت میبینن، روی سایتمون ایران فردا لایف، و بعضی هم روی جلویز میبینن. حالا با عطای معینی عزیز صحبت کردیم که بتونیم یک آفر ویژه برای بینندگانمون در اروپا درست کنیم که بتونن جلویز رو بگیرن و راحت برنامه ها رو تماشا کنن. ازتون سپاسگزارم. گزیری جز رفتن روی یاست نداشتیم، چون هاتبرد همین مشکل امروز رو داریم. یوتلسات هم جزی از هاتبرده و پارازیت های آزاردهنده نظام لطمه میزنه. ولی عجیبه، اونایتون که به این تلویزیون علاقه دارید به هر شکل شده تماشا میکنید. ممنونم ازتون. امسال شاهد برنامه جدیدی خواهید بود. یک برنامه جدیدی داریم که اولینش پخش شد، درباره روانشناسی، روانکاوی و پرداختن به مسائل و مشکلاتی که انسان ایرانی امروز باهاش روبروس که آزار میده روانشون، با یک متخصص. هفته گذشته ما فیلم آتنا رو پخش کردیم، آتنای فرقدانی، نقاش هنرمندی که داشت توی دانشگاه از زهرا تحصیل میکرد و به خاطر چند نقاشی رو گرفتن به اوین بردن، شجاعانه آمد حکایتش رو بازگو کرد و برای ما فرستاد. و شما از تلویزیون ایران فردا مشاهده کردید و چقدر تأثیرگذار بود. همینطور فیلم که به لطف محمد نوریزاد تهیه شده بود، از دیدار اهل دل و عشق و آزادگی با عباس امیر انتظام، ماندلای ایران، مردی که با همه ی درد کینه نمی ورزد و وقتی جنایتکاری مثل محمدی گیلانی در بستر مرگ بود به دیدنش رفت. یاد بگیرید آقایون چه تفاوت‌هایی بین انسان‌ها وجود داره. بریم به گوشمون رو نوازش بدیم به صدای نازنین شما. در این حال اینم بگم، من این برنامه قلم فرسایام در کوچه‌های صبح، کوچه با سخن، خیلی دوستش دارم. پیش خودتونم میگین چقدر تکرارش میکنین. گفتم تا زمانی که جدیدش ساخته بشه. اینم بهتون مژده میدم، در یه قالب وسیع‌تر. حالا دیگه فرهنگ سازان رو داریم، شاعر، نویسنده، انسانهایی که کمک کردن به فرهنگ این سرزمین، اونها رو میاریم در این کوچه باغ، میریم و باهاشون سیر خواهیم کرد. و باز برنامه‌های دیگری هم هست که به مرور همینطوری در سال نو اونها رو میبینیم. یه سری برنامه ویژه داریم در به قول اینها دهه فجر.
در اون چند روزی که تاریخ سرزمین ما دگرگون شد. گوش میدیم صدای نازنین شما رو. صبح شما بخیر. من از اسرائیل زنگ میزنم. در برنامه آقای اسداللهی در آخر برنامه یک آهنگ بسیار دلنشین پخش میشد به نام ایران خانم مادر مهربان من. مدت هاست این آهنگ پخش نمیشه. من آقای اسداللهی استدعا دارم که این آهنگ را به طور کامل در آخر برنامه خودش بگنجونه. به پاسگزارم و تشکر میکنم از برنامه های خوب شما. ممنونم. سپاسگزارم هموطن عزیزم، هموطن مقیم اسرائیل. خیلی ها اونجا ما رو گوش میکنن و این درست برخلاف ادعای بعضی هاست که ما چون از آقای نتانیاهو انتقاد میکنیم یهودیان ایرانی ناراحتن. اصلا اینطوری نیست. یهودی ایرانی ایرانیه، درسته به مصلحت یهود میاندیشن، اما آقای نتانیاهو نماینده یهودیان مهاجر روسیه است، اون تندروها، نه نماینده کل جامعه یهود. فکر میکنم کسانی مثل یوسی بلین، کسانی مثل شیمون پرز، مثل رابین که جانش رو بر سر این گذاشت، اونا بیشتر قابلیت نمایندگی این جامعه رو داره. دوست عزیزم ایران خانم، فکر میکنم این آهنگ رو آقای حبیب خونده. حالا من خودم هم سعی میکنم توی یکی از برنامه‌ام به خاطر شما پخش کنم، ولی به دوست عزیزم همکارم مسعود اسداللهی هم میگویم و حتما اونم شنیده که شما این رو خواستید و حتما براتون پخش خواهد کرد. هموطن بعدی. با درود به شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز، میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون پنجره رو به خانه پدری و این برنامه ای که شما اختصاص دارین به مخاطباتون تا بتونم با شما در ارتباط باشم و صداشون رو منعکس کنید تا بقیه هم صدای ما رو بشنوم. آقای نوری‌زاده، یه سوالی برای من پیش اومده بود در رابطه با این آقای امیرحسین دهانشاهی و بازگشتشون به ایران و تعطیلی تلویزیون رها. این واقعا برای من و دوستان من که بعضی اوقات این تلویزیون رو نگاه میکردیم، این سوال الان برای من پیش اومده. این آقای امیرحسین دهانشاهی اول صحبت از براندازی رژیم میکردن و حالا میگن که تا بهار سال 94 میخوام به ایران برگردن. شبکهشون هم تعطیل کردن، شبکهی که داشتن به نام رها. اگر شما لطفی بکنید یه توضیحاتی بدید که روشن بشه این موضوع، از شما تشکر میکنم. ممنونم دوست عزیزم. اولا آقای جهانشاهی به من قول دادن لندن که اومدن یه گفتگوی جانانه بی پرده با هم داشته باشه. نکته بعد این است که ایشون در توجیه اقدام خودش حرفایی زده. هفته گذشته خبرگزاری کار، خبرگزاری ایلنا که به اصلاح طلبانم نزدیکه، یه گزارش مفصلی درباره بازگشت ایشون نوشته بود که فکر کنم یه قسمتش هم ما پخش کردیم. غرضم اینه که ایشون یه تصمیمی گرفته، انسانیست. دو نکته برای من اینجا قابل تأمله. یکی اینکه آقای جهانشاهی آدم ثروتمندیست. بعضی ها هستن خوب میرن میخوان برای خودفروشی میرن خود رو بفروشن که یک امتیاز مالی به دست بیارن. ایشون به نظرم نیاز نداره، در سن و سالی هم هست که فکر میکنم یه الان دنبال پول باشه. نمیدونم به چه نتیجه ای رسیده که چنین تصمیمی گرفته. آیا اون طرف امیدواری هایی داره، وعده هایی داره؟ من امیدی به رژیم جمهوری اسلامی ندارم، امید بر این ندارم که اینها به وعده هاشون عمل بکنن. و نمونه های دیگرش رو دیدیم دیگه. شما یادتونه اون آقای سردار مدحی که حالا این دوستان پیرو سازمان مربوطه در جوار وطن و همینطور بعضی هایی که اللهی هستن اینا و خب البته حزب اللهی های رژیم مربوطه مرتب میزنن آقا دیدی مدحی چی بود؟ نه آقای مدحی، من اینو براتون بگم، آقای مدحی وقتی با من تماس گرفت خیلی صادقانه اومد حرفاشم زد در اون چارچوبی که میتونست. یه روز به من یه حرفی زد، گفت اگر
اینها دختر من رو بگیرن، پیشا پیش دارم میگم من تسلیم میشم اگه به دخترم تعرضی بکنه. و اینا کردن این کار رو. ایشون از بانکوک پاشد رفت ایران، یه مصاحبه در بانکوک کرد که دیدید، و بعدم رفت ایران. خب اگر این مأمور رژیم بود و اومده بود برای این کارا، باید مثل اون آدم کش وکیلی راد باید میرفتن گل به گردنش مینداختن و میگفتن به 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 آفرین. نه، بردن زندان، به 20 سال حبس محکوم شد، یادتون باشه. در واقع میخوام بهتون بگم همه چی را آدم باید با دقت و تأمل نگاه کنه. حالا من اعتمادی به اینا ندارم. آقای جهانشاهی مطمئنه، خب یه تجربه استی که باید بشینیم و تماشا کنیم. اما ایشون قول داده بیاد و به این سوالات پاسخ بده. هموطن بعدی. قربان، درود بر شما. امیدوارم همیشه موفق باشید. فوق‌العاده برنامه‌های خوبی دارید. محبت کنید این روزهای یک شنبه این برنامه آقای اسدالله رو خواهش میکنم سر وقت نشون بدید. 8:30 مثل یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی نشون میدید. من هفتم رو میسازه. من یه روز که اون رو دست میدم یا تلویزیون نمیگیره یا اتفاقی میفته، روز یک شنبه هم خراب میشه و شنبه هفته هم خراب میشه. من این مرد رو خیلی دوست دارم و کارهای فوق‌العاده قشنگی میکنه و با کمترین زمان و کمترین امکانات که در دست داره گرفتاری و مسائل زندگی و گرفتاری کشورمون منعکس میکنه. فوق‌العاده و هنرمندی، فوق‌العاده. من خیلی دوستش دارم و فوق‌العاده آقای چمنگی همه تونه واقعا کار قشنگی میکنن. خیلی متشکرم. من دکتر قمری هستم در واشنگتن دی سی. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم ازتون. دوست نازنینم، میدونید که برنامه ها سه بار دیگه غیر اون نوبت اول که پخش میشه سه بار دیگه هم پخش میشه. بنابراین شما اگه در واشنگتن هم باشید نوبت اول رو میس بکنید، میتونید نوبت دوم ببینید یا نوبت سوم. حسن این تکرار برنامه اینه که هموطنانمون و فارسی زبانان در نقاط مختلف جهان میتونن وقت خودشون رو تنظیم کنن. خب وقتی برنامه پنجره رو به خانه پدری من پخش میشه بار اول، 3:30 بعد از ظهر لندنه، 4:30 اروپاست و 10:30 صبح یا 9:10 صبح واشنگتونه یا لس آنجلس نیمه شبه. پس دور بعدی که 9:30 شب پخش میشه، خب میشه 1:30 بعد از ظهر کالیفرنیا و بعد میشه 1:00 شب تهران. نمیدونم در واشنگتن میشه 4:30 بعد از ظهر. اینه که در نقاط مختلف جهان، بنابراین یا در استرالیا زمان خودشو داره. اینه که خواهش میکنم آقای دکتر علایی این جدول، اولا برنامه رأس ساعت پخش میشه، محال جابجا بشه، ولی این جدول رو ملاحظه بفرمایید که برنامه وقتی 6 ساعتش تموم شد دوباره تکرار میشه. حالا البته ما برنامه‌مون 8 ساعت خواهد شد، 3 نوبت میشه در مجموع، 2 نوبت تکرار، 1 نوبت هم که پخش خودش است. سپاسگزارم هم از جانب خودم هم از جانب مسعود اسدالله‌ای عزیز و آقای چالنگی عزیز. هموطن بعدی. سلام. من خواستم بگم که خیلی تلویزیون خوبیه. قربانه. خیلی ممنون. یه خود به همون برنامه افغان زیاد کنید. این از افغان بگید. این آقای لوس‌آنجلسی از افغان نمیگن. فقط آقای نوری‌زاده و آقای چالنگی عزیز میگن. بقیه لوس‌آنجلسی انگاری اصلا من افغانی نمیگن کرد ترک عرب بلوش وجود نداره. فقط از فارس هم میگن و منحصر بشده فقط به تهران برای مهاشون تو لس‌آنجلس. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. سپاسگزارم. هموطن عرب ایرانی من بود و از لهجهش فهمیدم. سپاسگزارم ازت. حتما به همون اندازه که من فارس زبان در ایران حق دارم، شمای عرب زبانم حق داری. شمای عرب، شمای بلوچ، شمای ترک، آذری، ترکمن، کرد،
بختیاری، بلور، هر کدوم از اقوام ایرانی، قشقایی، بویر احمدی، ساکنان جزایر ایرانی، خلاصه همه تون مالک مشاع این گربه نشسته به دیوار آسیا هستید. هموطن بعدی. درود بر دکتر موریزاده عزیز، طلایه‌دار روشنفکران غربت‌نشین. دکتر جون خدا میدونه بسیار لذت میبرم از درکتون، از شخصیتتون. الان حالا من زیاد خوب نیست، ولی خب در ما شاید خودم، ولی لازم دونستم برنامه تون رو بعد از را دیدم خدمتون عرض ادب کنم. خیلی دکتر جان بازم من نظامتون میشم، خیلی من از شما فیض بردم سالها، خدا میدونه. یعنی دونم تو هر کانالی بودید کردیت اون کانال بودیم. من دلم خدافظی میکنم، موفق باشین، قربان شما. سپاسگزارم هموطن نازنینم، خدا شایده من این پیام ها رو فکر نکنین دستچین میکنم، نه، پیام ها میاد و آرش عزیز همکارم اونا رو ارسال میکنه و رامینم تهیه کننده برنامه من برنامه پخش میکنه و امیدوارم که فکر نکنید داریم همش تعریف از خودم، نه، انتقادی هم باشه من همیشه دیدید گذاشتم و پخش میکنم. هموطن بعدی. سلام. سلام آقا، سلام منو به آقای نوریزاده برسونید. منم یکی از اون طرفدارای پاپوس و این آقای نوریزاده هستم. باور کن هر شب تا ساعت 2 یعنی شب بیدار میشنم که صحبتهای شیرینش رو گوش بدم. به درزه از استان گیلان، جایی که جاش برنج، علی اسم برنجش معروفه، از جا رفت صحبت میکنم. نونم این روزا به آقای نوریزاده بفرم این که شما دونه این نون سرگی رو 1000 تومن آقا تو شهرستان های استان گیلان. قربون شما برم، واقعا صحبت های خوبی میکنن آقای نوریزاده. شبتون بخیر. سپاسگزارم. شب یا روز آقا چشم یه دفعه قربان شما، لطف کردی عزیز من، خدا حفظت بکنه. گیلان سرسبز و زیبا و آزاده رو همیشه پایدار نگاه دارم. هموطن بعدی من. با درود به تلویزیون ایران فردا، مخصوصا جناب آقای علیرضا نوروزی عزیز، خسته نباشین، برنامه بسیار زیبایی دارین. ولی من یه پیشنهادی خواستم بدم خدمتتون. شما یه برنامه سیاسی دارین و برنامه دارین به نام گرداپرین. به نظر من مثلا به جای ایشون میتونین شخصی مثل دکتر مصطفی دانش بیارین که در زمینه سیاسی که انقدر آگاه هستن، روزنامه نگار بین المللی هستن و این همه آگاهی های زیبا میدن و عرض کنم که به جاش بزنین. البته من بر ضد این مسئله نیستم، خانم خیلی زیبا سخنرانی میکنم، ولی خب از این انسان های خوب هم شما خواهش کنم استفاده کنین و این به نفع این برنامه خوب شما هست، چون شما یه برنامه سیاسی داریم و بسیار بسیار جالب هست. برنامه خسته نباشیم، شاید هم من نظر اشتباهی میدم، حالا خود شما هست نظر بدیم، بالاخره شما مدیر برنامه هستیم. برنامه خسته نباشیم همگیتون، برنامه تون بسیار زیبا و خوب هست و امیدوارم که ادامه بدیم صدها سال و زنده باشیم. سپاسگزارم دوست نازنینم. اولا دکتر مصطفی دانش دوست منه، بندم بسیار بهشون علاقه دارم، یکی از روزنامه نگاران برجسته بین المللی است که در مسائل منطقه بسیار آگاهه، به تمام سرزمین های خاورمیانه سفر کرده، مطالب ارزنده‌ای در نشریات آلمانی نوشته، چندین کتاب که من یکیشم خودش به من لطف کرده داده، بسیارم خوشحال خواهم شد. ایشون رو در یکی از تلویزیون همکاران تلویزیونیمون در کانال اونجا میدیدم و اغلبم به برنامه‌هاشون توجه داشتم، گوش میکردم. حسین فرجی عزیزم یه مدت، چون حسینم مدیر بخش فارسی صدای آلمان بود، از آلمان رفت به لس آنجلس، یه مدت در برنامه ایشون بود و همینطور در برنامه خودشونم به نظرم یه برنامه داشتن. من همینجا رسما از دکتر دانش عزیزم دعوت میکنم، بیا که خلاصه اینجا خانه توست و حتما تماسم بگیرم. اما درباره گردآفرین،
من اگر هر چه درباره قابلیت‌ها و استعداد این بانوی عزیز بگم کم گفتم. انسانی که شاهنامه رو در سینه داره، برای اولین بار سنت شکنی کرده و آمده و شاهنامه خانی رو که در تصرف مردان بود از اول اومده و در این حوزه و درست میخواند. من از شاهنامه شناسان پرسیدم، ادای کلمات او، نوع اجرای او فوق العاده است و این مرشد بانو به نظرم یکی از اسدهای این تلویزیون، سرمایه های این تلویزیون هست، در حال طرفداران خیلی زیادی هم داره برنامه شو. چرا نه؟ اگه فرزندان ما شاهنامه رو میدونستن، حالا بعضی ایراد میگن آقا در اینجا اینو گفته در اونجا، اونو ول کنید، کل مفهوم شاهنامه رو بگیرید که در اون زمانی که هویت ملی ما برباد رفته بود، حضرت فردوسی آمد و این هویت رو با این قصه ها و افسانه ها احیا کرد. بعد درس اخلاق چه زیباست، درس مسالمت آمیز زیستن، همه چی در شاهنامه است. فقط جنگ و ستیز و حکایت شاهان نیست، بلکه پهلوانان این مملکت رو که حافظان استقلالش بودن از اونا هم یاد میکنه، چون که در سیستان بود و چون که در کردستان، آن که در آذربایجان بود، آن که در خراسان، آن که در جنوب بود و آن که در غرب و شرق. ممنونم هموطن نازنینم، میشنویم پیام هموطنی دیگر رو. با درود فراوان خدمت شما عزیزان، مملکت ما، کشور ما مثل یه کامیونی که چپ بشه، من کامیون دار بودم، کامیونامون که چپ میشد تو اسفاد مخصوصا با بار میباتیم، خدایا یعنی میشه این کامیون بلند شه، راست شه، دوباره بریم سرویس کنیم، بار ببریم. جرثقیل میومد، همکارا میومدن تا این کامیون ما بلند کنیم. حالا من بر اساس کار خودم دارم مثل میزنم، ما باید جمع بشیم، کشور ما این اون کامیونه چپ شده، دست به دست هم بدیم که چی این کامیون بلند کنیم، ببریم تعمیرگاه درست کنیم، بشه ایران اول. ایران چپ شده. از همه عزیزان، هموطنان، دستن در کاران تقاضا میکنیم که این طرف یه جایی یه کسی باشه که مردم برن اونجا مراجعه کنن و اونجا دستور بگیرن. خداحافظ. ممنونم دوست عزیزم. یکی از مشکل ترین کارها اینه که شما جلوی دوربین بنشینید و به حرفای هموطنانتون، دوستانی، کسانی که گفتگو میکنید گوش بدید. متأ در گفتگو چون شما هم طرفید و با هم دیگه بحث میکنید، خب هست. در این حال گاهی ممکنه آهنگی باشه، تصویری باشه. من اینجا زول که میزنم به این دوربین میشینم، میبخشید گاهی سرامو میندازم پایین، چون خودم یه دفعه سرگیجه میگیرم، میگم بهتره سرامو برم پایین و زول نزم، بعدم نور بالای چشمم خب اذیت میکنه. بنابراین پوزش میخوام. گاهی اگه میبینید سرمو خم میکنم یا دولا میشم، به این خاطره، چون تک متکلم وحدم در واقع این طرف توی استودیو و دوستان پیامشون رو گذاشتن و من پاسخ میدم. هموطن بعدیم. الو سلام، حالتون چطور؟ خوب هستید؟ من یه خانمی هستم که سالهای سال قبل از انقلاب اومدم از ایران بیرون و در دبی هستم. آقای جمشید چالنگی عزیز، چجوری میتونیم با شما تماس بگیریم؟ من گفته هاتون رو، من فکر میکنم گفته های شما رو باید با طلا بنویسم. باور کنید که محو تماشای صحبت های شما میشم و مرتب برنامه‌تون رو تماشا میکنم و من نمیدونم به شما چه اسمی بذارم، نویسندهید، شاعرید، روزنامه نویسید و عالمید، واقعا قابل تحسین صحبت های شما. فقط میخواستم ببینم چجوری میشه با شما تماس گرفت. ممنونم از لطفتو اگه راه نمایی میکنید. من مرتب زنگ میزنم تا آخر بالاخره شاید موفق بشم. خدا نگهدار. یکی از دوستدارای شما هستم، دوستدارای تلویزیون شما هستم، دوست برنامه شما هستم. خدا نگهدار تو باشه و عاشق ایران. سپاسگزارم بانوی نازنین.
آقای چالنگی یه صفحه فیسبوک داره که هزاران نفر باش در تماسن، از اون طریق میتونید. در این حال شما اگه یه بار دیگه زنگ بزنید و پیام که گذاشتید وسیله اتصال یا ارتباط با شما رو بیان کنید، دوست ما که مسئول این کاره این تلفن شما رو به آقای چالنگی خواهد داد. در حال این راهشه، من نمیتونم از پای برنامه تلفن اعلام بکنم، ولی سایت، ولی فیسبوک آقای چالنگی خیلی فیسبوک فعالی است و راحت شما برید تو فیسبوک بزنید جمشید چالنگی، میاد پابلیک فیگر میاد براتون و میتونید از اون طریق براشون پیام بفرستید. ممنونم، چقدر خوشحالم که همکاران من اینقدر مورد توجه شما هستن. هموطن بعدی. سلام، اگر میشه لطف کنید بگید ما جانبازه 70% ارتشی برای یه ریال پول التماس بار بکنید تا بخوان حقوق جانبازی مونده میدن که هنوز تا الان ندارن، ولی برای دیگرون اون وری یا این وری ها بدون اونا التماس میکنن که بشو ندن، اینا درخواستون هم میریزن. فقط عظم ازان نمیشه چرا ما باید این همه زرد بگشیم، این همه بدبختی حتی خرد و سامون نفسش. با تشکر مانم جانباز عزیزم، درسته اینا با شما رفتار ناشایستی دارن. پسر حسن نصرالله اگر از دوچرخه بیفته زخمی بشه بلا فاصله تریتمنت و طبیب مخصوص و لازم باشه خارج. دماغ یکی از اعضای حماس اگر در واقع انحراف بینی داشته باشه سریعا عمل میشه. دونه دونه شون دیگه، تروریستای عراقی، تروریستای اونور، دار و دسته گلبدین حکمتیار، اینا دو بار فقط دستگاه گران دیالیز رو برای اسامه بن لادن فرستادن. همین سردار محمد باقر ذوالقدر وسیله انتقالش بود توسط داماد گلبدین حکمتیار. منظورم اینه که بله شماها چون ارتشی هستید، این نکته رو من بهتون بگم، 36 سال پس از روی کار آمدن جمهوری ولایت فقیه و تمام تبلیغات و شستشوی مغزی، غیر از موارد کوچکی مثلا این آقای فرمانده نیروی زمینی، در موارد دیگه افسرامونو که میبینیم، ارتشیامونو میبینیم، درجه دارامونو میبینیم، همون انضباط و نظم و همون آگاهی ها رو دارن. شما نگاه کنید این سپاه اومد چند تا پهپاد درست کرد، بالا پایین چه دنیا به هم آقا زدیم، فرتوس درست کردیم که اصلا آمریکا بره بخوابه، نمیدونم آرکیو درست کردیم مال آمریکا بهتر، ارتشی هم درست کرد، ارتشی رو درست کردن. همین دیروز هم گفتم یسیر و رعد و بعد شاهین و که خیلی مورد بزرگی هست، بی سر و صدا تو همین مانور اخیر فقط اومدن نشون دادن. اونم آقای فرمانده نیروی زمینی و همینطور آقای خاکی که فرمانده تیپ یا فرمانده مجموعه پهپادها هست، اومدن گفتن این انتحاریه، که این البته جوکه، خنده داره، این اسمشو انتحاری نمیذارن، چون اگر قراره مثل یک موشک کروز کار بکنه این دیگه انتحاری نیست، خب مسئولیت و هدفشون. بعد هم دروغ‌های عجیب غریب، فاصله 250 کیلومتری میتونه هدف رو بزنه، اینا رو نگیم. ولی ارتش در همون وزانت استواری و احتشامش جایگاه ویژه‌ای داره به عنوان نیرویی که این آب و خاک رو حفظ کرد و یک وجب رو تسلیم به دشمن نکرد. شماها انسان‌هایی هستین که همه ما باید پیشانی های بلند شما رو ببوسیم، کتف هاتون رو. درود به همه ارتشیامون و درود به همه سپاهیان پاسدار که دلشون برای ایران میتپه، به دنبال تسخیر قدس از راه کربلا نیستن، بلکه به دنبال این هستن که وطنشون جایگاهی باشه که در اون مردم به آزادی نفس بکشن، حداقل زندگی و معیشت رو داشته باشه. و همینطور به بسیجیایی که عشق به ایران دارن، دنبال یه آخوند شیاد را نمی افتن. ناصر ابوالمکارم شیرازی شکرفروش
وطنش رو دوست نداره، ایرانی نیست. چون اگه ایرانی بود این حرفا رو نمیزد و دزدی نمیکرد و کارخونه شکر رو به نابودی نمیکشوند. هموطن بعدی ما. سلام آقای نوروزاده، من از بچه های عرب خوزستان هستم. خواستم بگم ما خیلی شما رو دوست داریم و با برنامه شما زنده هستیم. خیلی ممنون، خدا حافظ. ممنونم هموطن من، هموطن عرب ایرانی من، سپاسگزارم. زنده باشی عزیزم. من کاری نمی کنم. من تمام تلاشم اینه که هممون بفهمیم ما یک ملت هستیم، یک مجموعه هستیم. که حالا بعضیامون در این قسمت به دنیا اومدن اینجوری شدیم، بعضی‌ها در اون قسمت. یه فیلمی علی لیمونادی برام فرستاده بود، خیلی قشنگ بود، سعی میکنم هفته دیگه پخشش کنم. در اون سوال میکنه که آقا کدوم ما مذهب خودمون رو خودمون اختیار کردیم؟ به ندرت، به ندرت کسایی که کانورت شدن، یعنی مذهب دیگری رو انتخاب کردن. ولی اغلب ما خب مذهب رو از پدر به ارث بردیم، از مادر به ارث بردیم و صاحب یه مذهبی شدیم. اگر در قسمتی بودیم که رودخانه برهماپوترا رد می شد، خب برهمایی می شدیم. در سند بودیم، هندو می شدیم، سیک می شدیم، نمی دونم یهودی می شدیم، مسیحی می شدیم، زرتشتی می شدیم، آیین می رفتیم در ژاپن زندگی می کردیم، بودایی می شدیم، حالا در چین. به هر حال هر جای جهان باشیم به دین همونجا آبا اجدادیمون میگرویم. اونایی که اختیار میکنن دینشون رو کمن. حالا ما میگیم خدای ما خدای واقعی است. یهود هم میگوید، مسیحی هم میگه، همه میگن. حتی آبریجینیا در اون آیینشون در استرالیا، اونا هم میگن مال ما هست. ماویی هم در نیوزیلند میگن خدای ما خدای ماست. تو آمازون هم برید باز همین حالتو داره. پس تعلق خاطر به خدایی است که ما میشناسیم. حالا در مورد اقوام هم همینطوره. خب اگر کسی توی گیلان به دنیا آمده، گیلکی حرف میزنه. مازندران باشه، مازندرانی حرف میزنه. کرد خراسانی باشه، کردی حرف میزنه. در تبریز به دنیا آمده باشه، ترکی حرف میزنه. این فرهنگ اون منطقه است، فرهنگ اونجاست. ما چجوری میتونیم انکارش بکنیم؟ چجوری در هویزه من به یک عرب ایرانی بگم تو حق نداری به زبان مادری حرف بزنی؟ یا بیام با تعصب بگم زبان مادری تو فارسی است؟ نه، فارسی زبان ملی ماست، زبان مشترک ماست. اما بدونیم تمام این فرهنگ ها و زبان ها بر غنای یه ملت میافزاید. سوئیس میری 4 استان داره، هر کدام داره یک زبانن، یه فرهنگن. اون قسمتی که ایتالیایی حرف میزنه زندگیش مثل ایتالیایی هست، اون قسمتی که آلمانی حرف میزنه یا قسمت فرانسوی یا قسمت سوئیسی. در بلژیک میری خب با دو زبان روبرو هستی، در هلند همینطور، در همین بریتانیا گیلیک حرف میزنن، در اسکاتلند، در ایرلند، بعد میری پایین ولش. پس اینا هست، وجود داره و هیچم باعث جدایی نیست، بلکه اگه حرمت گذاشتی عامل پیونده، عامل تعلق و بستگی بیشتره. هموطن بعدی من. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، من منوچهر نیاکان، برادر استاد شاپوری نیاکان هستم. یه سلونوازی دو سیمه از استاد شاپوری نیاکان در اختیار دارم. نمیدونم چطوری باید برای شما ارسال بذارم تا این رو در تلویزیون خودتون به گوش مستمعین برسونید. نمیدونم شما با کارهای استاد شاپوری نیاکان آشنایی دارید یا نه، البته به سن شما نمیخوره. ایشون کارهایی که کردن بیشتر در بعد از اینکه از رادیو تهران خداحافظی کردن و خبر کردن دیگه شما سنتون پایین بود که در رادیو اینا نیومدن و در محافظ خصوصی برای خودشون ساز میزن. ولی در حال اگر مایل باشید این تلفن من از 404 از ما هم تلفن رو نگذارید. دوست عزیزم آقای نیاکان، اولا من استاد شاپوری نیاکان رو میشناسم. دو بار بنده ایشون رو دیدم، یک بار در منزل مرحوم
مرتضاخان ورزی که از دوستان پدرم بود و پنجه دلنگیز ایشون رو هم شنیدم. و یک بار دیگر در محضر زنده یاد استاد محمود تاجبخش که با مرحوم بنان آمده بودن اونجا. شاپور پیرنیاکانی که از استادان مسلمه، انسانی که در آغاز قرن شمسی در 1345 به نظرم به دنیا آمد و در مدتی که آموزش دید نزد استادانی مثل درویش خان، نزد استادانی مثل سبا، و بعد یکی از شیرین ترین پنجه های ویالون رو داشت و واقعا معجزه میکرد. شاگردای مثل اسدالله ملک داشت و یه آدم خاکی بود، یه آدم بسیار خاکی بود. برای جبلی آهنگ ساخت، برای منوچهر شفیعی آهنگ ساخت، برای بهرام سیر آهنگ ساخت و خیلی فوق‌العاده بود. این اسم شاپور پیرنیاکان رو آوردم از پورنیاکان. از اخویشون خواهش میکنم حتما این قطع موسیقی رو برای ما بفرستن. راه های مختلف داره، از طریق ایمیل میتونید بفرستید یا حالا من میگم با شما تماس بگیرن، دراپ باکس ما رو بدن، اون کارم میتونید بکنید. اشاره به ایشون کردم، استاد بزرگوار رشیدی که خب مرد وارسته و بزرگی است، یعنی یکی پدر موسیقی ملی و موسیقی سنتی ماست که ارادت هم بهشون دارم، ایشون همکار پدر منم بودن، مرد نازنی نیست. در هر حال قطعاتی اجرا کردن که فوق‌العاده است. منتها ما در تلویزیون ناچاریم که این رو با تصویر همراه کنیم. من آرزو داشتم ایشون، بیژن بیژنی عزیزم، اینا ترانه هاشون تصویرم داشت. بدون تصویر بسیار مشکل تو تلویزیون. همکاران من باید ساعت ها وقت بذارن تا بتونن تصویر برای اینا بذارن. خودتون دید آهنگ ای شوکت بودنم مازیار که شعرش مال منه، رامین نشست ساعت ها تا بتونه تصویرهای مناسب روش بذاره که وقتی شما میبینید فقط از یه تصویر ثابت حوصلتون سر نده. تلویزیون مشکلشه. رادیو که آدم باشه خیلی کارا میتونه بکنه. من خیلی رادیو رو دوست دارم. همیشه آرزوی من یه روزی، حالا اگه عمری باقی بود، بازگشتم به وطنم، روزی یک ستون سرمقاله برای روزنامه اطلاعات بنویسم. همیشه اونجا خانه منه و یه برنامه رادیویی هم داشته باشم. من خیلی با رادیو زندگی میکنم. ولی شما ما رو تلویزیون گیر کردید دیگه. بله، یک پیام دیگه هم بشنویم از هموطنان. با سلام دوباره خدمت همه کارکنان ایران فردا، تلویزیون ایران فردا. امروز من دوستان استرالیتون هستم، خبرم تماس گرفته بود. امروز برنامه‌تون تماشا کردم، شنبه 27 دسامبر، بسیار جالب بود، خوش آمد. خیلی اندیشتر به مسائل ایران داری برخورد میکنی و این مطمئنن به تمام هموطنان ما کمک میکنه که بیشتر آشنایی پیدا کنن به مسائل روزشون و بتونن یه هماهنگی برای آیندهشون داشته. سپاسگزارم دوست من. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم حالا در تحولات جدید زمان بیشتری برای این برنامه داشته باشیم. من از همکارم خواهش کردم این برنامه رو یک نوبت دیگه هم در یه روز دیگه پخش بکنن که برای اونایی که در پایان هفته نمیبیننش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه همینجا و همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. الو، تلویزیون ایران فردا.